برنامه الف و یا برنامه الف و یا اول و آخر ابتدا و انتها. درود به شما بینندگان عزیز، خوش آمد میگم به دومین برنامه کلیسای آلفا و اومگا به اسم الف و یا. عزیزان، همونجور که میدونید ما از این به بعد هر چهارشنبه ساعت 8 از طریق وبسایت کلیسای آلفا و اومگا با این برنامه جدید در خدمت شما عزیزان هستیم. شاید الان خیلی ها براشون سوال بشه که چرا اسم این برنامه الف و یا هست. طبق گفته عیسی مسیح در کتاب مقدس که گفته من الف و یا هستم، یعنی من اول و آخر هستم، ابتدا و انتها. و این ایمان ما هستش که عیسی مسیح بنیاد زندگی ماست، بنیاد کلیسا هستش و همیشه هستش، از اول بوده و خواهد بود. برای عزیزانی که شاید هفته پیش نتونستن این برنامه رو ببینن، از این به بعد هر چهارشنبه ساعت 8 از طریق وبسایت کلیسای آلفا و اومگا ما در خدمت شما هستیم. هدف ما از این برنامه اینه که شما بینندگان عزیز رو بیشتر با عیسی مسیح خداوندمان و منجی ما آشنا بکنیم. عزیزان، هفته پیش مهمان این برنامه کشیش آلبرت بابایان بودن و داشتیم وقتی داشتیم با هم صحبت میکردیم و شهادت ایشون رو میشنویدیم، متوجه شدیم که خیلی از ماها وقتی صحبت از کلیسا میشه یه تصور خاصی از کلیسا داریم. معمولا کسایی که کلیسا نبودن فکر میکنن مثل خیلی از کلیسای سنتی، کلیسای ساختمون با ابهتیه که باید با احترام و در سکوت واردش بشیم، اونجا نیمکتا هستن و دعا میشه با مجسمه ها. و اینطور بود که هم من و هم پاستور آلبرت بابایان شهادت دادن که زمانی که اولین بار وارد کلیسا شدن چقدر سورپرایز شدیم که اصلا تصورش رو نمی‌کردیم. نه فقط ظاهرا ساختمان کلیسا یه ساختمان خیلی عادی بود، بلکه اصلا اونجا سکوت نبود، همه داشتن با ساز، با آواز سرود می‌خوندن، پرستش می‌کردن و شاد بودن. اصلا یک چیز دیگه که ما تصورش رو می‌کردیم. برای همین فکر کردیم که خیلی خوب میشه که در این برنامه شما عزیزان رو با کلیسای خودمون آلفا و اومگا معرفی کنیم و یه چند تا فیلم کوتاه گرفتیم تا ببینین کلیسای ما چه برنامه‌هایی داریم و اونجا چیکار می‌کنیم. پس با ما بمانید تا چند لحظه دیگه. سلام، به یک برنامه دیگه از الف و یا خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که امروز میتونید با ما در جلسه عبادتی روز یک شنبه کلیسا در ساختمان کلیسا همراه باشید. با من داخل بیایید. باری نیست که من باید الان چیزا رو در زندگی من آماده کنم، من باید روزه بگیرم، من باید دعا کنم، من باید توبه کنم، بازگشت کنم. و
خدا من میخوای به ما قدرت بدی به وسیله روح القدس تو که ما آماده بشیم برای دیدن تو. عزیزان دوباره خوش آمد میگم. الان توی این ویدیو کوتاه که دیدین چند لحظه از کلیسای ما رو دیدین که کلیسا چطور هسته، شکستایی هستن. امیدوارم که یه روزی عزیزان همدیگر رو یک شنبه در جلسات ما بتونیم ببینیم. عزیزان مهمان این هفته ما کشیش نسرین بابایان هستن. خوش آمد میگم. خیلی خوشحال هستیم که امروز ما میتونیم با شما باشیم و امروز شهادت شما رو بشنویم و همینطور هم یه چند تا سوال ازشون خواهیم کرد راجع به زندگیشون و خیلی چیزهای دیگه. ممنون هستم. خوش آمد میگم. اگه میشه خودتون رو لطفاً کوتاه به عزیزان که شاید شما رو هنوز نمیشناسن معرفی کنید. منم سلام و عرض ادب دارم به بینندگان عزیز. آمین که در هر مکانی که هستین در سلامتی و عافیت خداوند باشین. خیلی ممنون رومینا جان برای دعوتت و همینجور دستاندرکاران این برنامه که چقدر حقیقتا زحمت میکشن تا یه برنامه کوتاه برای شما بینندگان عزیز تهیه بشه. خیلی ممنون. مرسی که شما وقت گذاشتین و اومدین. کشیش نسرین عزیز اگه میشه لطفاً برای ما و بینندگان توضیح بدین شهادت زندگیتون رو که چطور شد که شما به عیسی مسیح ایمان آوردین، چه اتفاقی افتاد و کی بود که ایمان آوردین؟ آمین. من ترجیح میدم که با یه آیه از کتاب اشعیا شروع کنم چون تمامی شهادت ایمانم فکر میکنم که در این آیه بسیار شگفت انگیز و زیبا گنجونده شده، که این آیه در اشعیا باب 29 آیه 18 است که میگه در آن زمان کسایی که ناشنوا هستن، کر هستن، خواهند شنید و کسانی که نابینا هستن در میان ظلمت و تاریکی خواهند دید. من در سال 1995 در حالی که سالها بود در جستجوی خدا بودم، میخواستم یه رابطه منوتوی با او برقرار کنم ولی متاسفانه همیشه با یه در بسته روبرو میشدم، تا اینکه یک روز که در خیابون وسال داشتم حرکت میکردم و حقیقتا به آخر خط رسیده بودم، اونجا منزلمون بود و فکر میکردم این همه جستجو، این همه به در و دیوار زدن، پشت در خونه مذاهب موندن حقیقتا چه نتیجه ای داشت. پیش خودم فکر میکردم شاید همه این جستجوها حقیقتا یک پاسخی بود، هرچند کوچک، برای زندگی من که چقدر بی‌معنا بود، چقدر پوچ بود، چقدر خالی بود. و در اون لحظه این خالی بودن و پوچ بودن رو به تمام معنا حس میکردم، که یه برادر عزیزی بود که بعدم فهمیدم که مبشر هست، آشوری بود، که جزوه ای رو به من هدیه داد. و در اون لحظه حقیقتا وقتی این جزوه رو نگاه میکردم فقط حس میکردم یه چیز مقدسیه و باید توی جای مقدس خونده بشه، چون هیچ تجربه دیگه ای هم نداشتم. نتیجتا خونه اومدم با یک شوق و علاقه ای، همون تطهیرهای عادتگونه خودم رو انجام دادم، وضو گرفتم و جانماز انداختم. وقتی که در سجاده نماز اون جزوه رو میخوندم حقیقتا من نمیتونم اون حسم رو بگم، فقط میتونم در چند کلمه بگم که انگار یک موجود مرده ای در وجود من داشت نفس میکشید، انگار یه شخصی که سالها کر بود داشت صدای خدا را از طریق این جزوه کوچیک با اون کلمات پرمعنا داشت میفهمید، انگار کسی که کور مادرزاد بود تازه داشتم در میان اون همه تاریکی که سالها جستجو میکردم داشتم میدیدم. حسی از حیرت بود، حسی از غریب بودن این تجربه بود که به من دست داد. و بعد از اون بود که یک هفته گذشت و به کلیسای ایران رفتم و اونجا ادامه دادم. البته قبل از اون تو همون جزوه با این آیه روبرو شدم که یک دعوت بلند بود از من، که من اینک این آیه در مکاشفه باب 2 آیه 20 بود، اینک بر در قلب تو ایستادم در میزنم اگه در رو باز کنی و با تو وارد یک مشارکت خواهم شد. از اونجا سفر ایمانی من شروع شد به وسیله
اعتراف، توبه و تو یک لحظه حقیقتا میتونم بگم نمیدونم باد از کدوم ور وزید، ولی بدون اینکه کسی همراه هم باشه در همون فضا قلب خودم به مسیح سپردم و از اون روز همینطور که گفتم سفر ایمانی من شروع شد. چیزی رو که تجربه کردم در این 27 سال نه وفاداری من بود نه امین بودن من بود، بلکه وفاداری خداوندمون عیسی مسیح بود. در تمامی افت و خیزها، شکستها، بالا پایین شدنها همیشه اون امین و وفادار بود و روز به روز بیشتر مجذوب این خداوند میشم. آمین، خدا رو شکر، ممنون هستم. واقعا چه شهادت زیبایی وقتی خداوند قلب‌های ما رو می‌بینه که با تمام قلبمون جستجو می‌کنیم، به دنبالش می‌گردیم. عزیزان مطمئن باشین خدا به وقت خودش از هر جوری که شده جواب میده، سوال‌های ما رو پاسخ میده. و همونجوری که شما گفتین انگاری که یه نفر داشت به قلب شما در می‌زد، عزیزان واقعا آماده باشین وقتی حس می‌کنیم خداوند داره در می‌زنه، خداوند میگه که درو باز کنید، قلب هامون رو آماده کنیم براش. اونجایی که کلامو میشنویم بشنویم و اجازه بدیم خدا وارد قلب هامون بشه. و آمین که برای شما عزیزانم خداوند خودش رو مکاشفه کنه. پس چقدر جالب پیش نسیم عزیز، یعنی شما در واقع چندین سال پیش مسلمان زاده بودین در ایران و از این طریق که تعریف کردین با عیسی مسیح آشنا شدین و ایمان آوردین، و هفته پیش که همسرتون آلبرت بابایان اینجا بودن، ایشون مسیح زاده بودن و ایشون هم ایمان آورد به مسیح و قلبشون رو به عیسی مسیح دادن. خیلی قشنگه. الان میخوام که لطفاً توضیح بدین که الان عیسی مسیح چه نقشی در زندگی شما بازی میکنه، و همینطور میشونین به ما و به بینندگان یه خورده بیشتر توضیح بدین که اون نسیم بابایانی که تا قبل از ایمان به مسیح چه شخصیتی داشت، چه حسی داشت، چه فرقی میکنه، یا درون شما چه اتفاقی افتاده از زمانی که با مسیح آشنا شدین و قلبتون رو به عیسی مسیح دادین. حقیقتا سوالی کردی رومینا جان که عیسی مسیح چه نقشی در زندگی من داره، که اگه بخوام جواب این سوال رو بدم فکر کنم باید چند دقیقه راجع به این صحبت کنم. فقط سوالتون میخوام با یه سوال جواب بدم، انگار که از یکی بپرسی که نفس کشیدن برای تو چه نقشی داره. من این تفکر رو میذارم به عهده بینندگان عزیز، نفس کشیدن برای یک انسان چه نقشی میتونه داشته باشه، و برای منم عیسی مسیح همون نقش نفس کشیدن رو در زندگیم داره. خدا رو شکر. همون سوال بعدید که چه تغییر و تحولی در زندگی من انجام شد. خیلی تغییر و تحولاتی انجام شد و هنوز هم داره انجام میشه. به قول یکی از سرودهایی که در ایران میخوندیم که این طور بود، میگفت در آینه کلام خود را خوب میبینم، اما حیرانم که چطور خدا هنوز منو داره تحمل میکنه، هنوز داره رو من کار میکنه. ولی یکی از تغییرات خیلی شگفت انگیزی که میتونم بگم در همون لحظه تولد تازه، در همون لحظه که فکر کنم ساعت 2-3 نصف شب بود، سر سجاده نماز، در اون بهت و حیرتی که در حضور خدا داشتم برای اولین بار، این بود که یکی از بندهای شرارتی که در من بود، حقیقتا حس رهایی و آزادی، حتی اون رهایی آزادی یک انسان بدون مسیح رو هم از من گرفته بود. این نبخشیدن حکومت وقت جمهوری اسلامی که در برهه‌ای از زمان بود که آزارهای خیلی گزنده و خیلی زیادی تجربه کرده بودم و فکر نمی‌کردم هیچ وقت از اون کینه، از اون درد، از اون آزردگی و نبخشیدن که مثل یک کوله بار سنگینی بود رو شونه‌های من بتونم آزاد بشم. حقیقتاً تقریباً نزدیک های صبح بود که من خوابم برد، یکی دو ساعت بعد با یک شادی و شعفی بلند شدم و احساس کردم چقدر رها و آزاد هستم. و حسی که در درونم بود دیدم، اون حس گزنده، اون حس رنجاور که نبخشیدم بود، کینه بود نسبت به حکومت جمهوری اسلامی، از قلب من رفته بود. از اون روز بود که نه تنها کینه ای نداشتم، نه بخشیدنی نبود، بلکه حقیقتا با عشق و محبت به افرادی که در حیطه نزدیک بودن بشارت میدادم.
هللویا. واقعا فکر کنم خیلی از کسای دیگه میتونن این شهادت رو بدن که چطور وقتی قلبشون رو به عیسی مسیح دادن، ایمان آوردن، برای اولین بار تونستن همونجوری که شما گفتین واقعا با تمام قلب ببخشن و از کینه آزاد بشن. و این فکر کنم همه ما اتفاقایی برامون افتاده که شاید بخشیدن کسان، شاید بخشیدن خودمون بعضی موقع برامون سخته، ولی آمین که وقتی از عیسی مسیح طلب بخشش میکنیم، نه فقط ما بخشیدیم میشیم، بلکه میتونیم دیگران هم ببخشیم. آمین. تجربه شیرینیه. دقیقاً. آمین که شما عزیزانم همه این تجربه رو بتونین بکنین و شهادت های شما رو به زودی بشنویم. یه سوالی که حتما خیلی از عزیزان دارن و همینطور منم مشتاقم که دوباره بشنوم اینه که چطور شد که شما بعد از اینکه ایمان آوردین، بعد از چندین سال الان کشیش هستین، شما الهیات خوندین، آیا توضیح بدین این خواندگی شما بود، آرزوی دل شما بود، یا میگین که تصمیم خودتون بود، یا نه خداوند شما رو به این تصمیم رسوند؟ توضیح بدین چطور شد که شما الان به عنوان همسر یک کشیش، به عنوان یک خانوم و مادر، الان هم مادر روحانی خیلی از ماها هستین. اینو اگه بتونین توضیح بدین خوشحال میشین. این یک افتخار بزرگی که فقط و فقط میتونم بگم از فیض خداوندمون نشأت میگیره. و با اطمینان و قاطعانه رومینا جان میتونم بگم دعوت به خدمت شبانی فقط یک خطابه، یک دعوته که از طرف خداونده، که در نهایت خدا خودش دعوت میکنه، خدا خودش خطاب به عمل میاره و خودش هم تجهیز میکنه. چون حقیقتاً خدمت به کلیسای جوان ایرانی، مخصوصا برای یک زن، خدمت خیلی پرچالش و خیلی سختی میتونه باشه، ولی محبت و فیض خداوند همیشه و همیشه، میگم وفاداری او، امین بودن او در تمامی این چند سالی که در خدمت بودم همیشه شامل حالم بوده. فقط میتونم همینو بگم که او دعوت کرد و او تجهیز کرد و او تا پایان کار، تا وقتی که کار هر شبانی، هر خادمی به کمال برسه، پشتیبانی میکنه و هستش برای ما. آمین. و خدا رو شکر واقعا برای وجود شما در کلیسا. من هفته پیش به پاستور آلبرت بابایانم همین رو گفتم، خدا رو شکر میکنم برای وجود شما که شما دوتا عزیز دارین الان سال هاست به فارسی زبان ها، به ایرانی ها، افغان ها، ارمنی، فارس های هامبورگ واقعا خدمت میکنین، در دعا، در کلام خدا، در تشویق کردن. و خدا شما رو واقعا برکت بده و ثمره ها رو داریم میبینیم. یا خیلی برای ما افتخاره، چون واقعا کلیساهای زیادی هستن، ولی چقدر خوب میشه وقتی بتونیم کلام خداوند رو به زبان خودمون بشنویم و پرستش کنیم. و همینطور چقدر خوبه که خانومهای عزیز میتونن پیش شما بیان، وقتی با شما درد دل کنن شما براشون دعا میکنین با تمام قلب. من همیشه شاهد بودم که چطور خدمت میکنین و باعث میشین که یا خیلی از خانومها در کلیسای ما رشد روحانی کنن و بیشتر و بیشتر با عیسی مسیح آشنا بشن. و همینطور رومینا جان اگه اجازه دارم بگم، بله. همینطور که کلیسای ایران، کلیسایی که به هر حال اعضای ایران و افغان زبان داره، چالش های خاص خودشو داره، اما یک شیرینی خاصی داره، چون خدا یک محبتی در قلب اون خادم میریزه که حقیقتا اون محبته، که اون عشقه که میتونه از این مانه ها و چالش ها عبور کنه. و مخصوصا کلیسای محلی ما آلفا اومگا میتونم بگم واقعا پر از گنج های قیمتی هست. من. و یکیش خود تصیر رومینا جان. ممنون، مرسی. و این افتخار بزرگیه که میتونم به بانوهای، مهربانوهای عزیز کلیسامون خدمت کنم. آمین. و اینم که من اینجا نشستم میدونم دعاهای شما پاس کشیش های عزیز ما بوده. اگه دعای شما، اگه تشویق شما نباشه واقعا یا خیلی چیزا سخت‌تر میشد. پس عزیزان الان شهادت کشیش نسرین رو شنیدیم، الان میخواییم با همدیگه یک سرود شکرگزاری ببینیم و بشنویم و با این شکرگزاری و پرستش بعد از چند دقیقه به برنامه‌مون ادامه خواهیم داد. پس به ما بمانید و بعد از این شنیدن سرود میخواییم یه چند سوال دیگه از کشیش نسرین عزیز بپرسیم. Thank you.
روزی با نام خدا و فیض او همراه ماست، محبت خداوند ما همواره در قلب ما، روح قدوس خداوند ریخته شد در قلب ما، از حضورش هدایت شدیم، روح اوست حامی ما، ستاییم نامش را، ستاییم نامش را، نام قدوس سپر و پناه ما، ستاییم نامش را، ستاییم نامش را، نام قدوس سپر و خداوند ما همواره در قلب ما، روح قدوس خداوند ریخته شد در قلب ما، از حضورش هدایت شدیم، روح اوست حامی ما، ستاییم نامش را، ستاییم نامش را، صبح زیباست آن کلامت، به زیبایی دریاست آن نگاهت، تسلی شب و روزم تو هستی، کلام توست نجاتم خداوند، تسلی شب و روزم تو هستی، کلام توست نجاتم خدا، میخوانیم نامت را، میخوانیم نامت را، نام قدوس تو سپر و ستاییم نامت را،
خب عزیزان، بعد شنیدن این سرود بسیار زیبا برگشتن به برنامه‌مون. همینجور که عزیزان میدونید الان توی دومین هفته آدونت هستیم. از یک شنبه پیش خیلی هامون شمع دوم رو روشن کردیم و الان میخوام از کشیش نسیم عزیز بپرسم این روزهای آدونت، فصل آدونت برای شما شخصا چه معنایی داره؟ فصل آدونت یا موسم کریسمس یا فصل انتظار، هر سهشو اشاره میکنیم، برای من شخصا یادآور تولد عجیب عیسی مسیح که خداوند ما آسیب پذیر شد، در زمان و مکان جسم پوشید به دنیا اومد و نه فقط همین تولد او، بلکه تولد عجیب و حیرت انگیز او باعث شد که تاثیر عمیق و شگفت انگیزی روی جهان بشریت و همجور روی قلب های تک تک ما بذاره. و معنی دیگه ای که برای من داره اینه که چیزیه که بارها تجربه کردم که خداوند ما نه 2000 سال پیش به صورت جسم تولد یافت، بلکه هر لحظه هر روز در حال تولدهای مکرر در قلب عزیزانیه که مشتاق و تشنه حقیقت هستند. و معنی دیگه ادونت برای من به بازگشت ثانوی خداوندمون عیسی مسیح اشاره میکنه که امروز خیلی تشویقتون میکنم این موعظه عالی پاستور رو گوش کنین که دقیقاً داره قلبهای ما رو به سمت آمدن ثانوی خداوندمون متمایل میکنه. و در این زمانها برای من خیلی مهمه و خیلی بهش توجه میکنم که همطور نه خودم بلکه عزیزانمون در کلیسا به تأملات روحانی بپردازیم، به تفتیش قلبهای خودمون بپردازیم و آمادگی خیلی بیشتری داشته باشیم برای آمدن ثانوی خداوندمون عیسی مسیح، چون خیلی نزدیکه. آمین و آمین. ممنون هستم برای این توضیحات. پس عزیزان، من میدونم که خیلی از شماها و رسم توی آلمان و اروپا اینه که از 4 هفته قبل از میلاد مسیح هر یک شنبه ما یک دونه شمع روشن میکنیم تا اینکه شمع پنجممون روشن شه. و همینجور که میبینید کلیسای ما هم الان 2 شمع روشن کردیم. الان میخوام که اگه میشه شما برای ما و بیننده های عزیز توضیح بدین که این رسم شمها، این سنت شمها در کلیسا چه معنی داره و مخصوصا این رنگ ها چه سمبولیکی داره. کلیسای محلی ما همطور که اعضای کلیسا مطلع هستن، سال هاست ما داریم از منظر کلیسای سنتی شمهای ادونت رو اینجا روشن میکنیم، چون حقایقی که پشت این رنگ شم هاست میتونه به ما کمک کنه که در فهم درک این پیام ادونت. البته میخوام اینو اشاره کنم که سمبول ها تمامی حقایق نیستن، بلکه ما از طریق سمبول ها کمک میگیریم که بتونیم معانی حقیقی رو به افراد منتقل کنیم، همطور خودمون برای خودمون یه بازنگری داشته باشه. همطور که میدونیم ما 3 شمع بنفش داریم، در 3 هفته اول روشن میکنیم که سمبول نه تنها سلطنت و پادشاهی خداونده، بلکه همطور اشاره میکنه به اینکه کلیسا بیدار بشه برای پاکسازی معبد جانهای خودش. در این 3 هفته ما در روزه و دعا هستیم، هر کس از حد توانایی خودش. و هفته 4 ما شمع صورتی رو روشن میکنیم که سمبول شادیه، که حقیقتا کلیسایی که از وادی اشکای توبه و بازگشت و ماتم برای گناهای خودش میگذره، اون خوشی روح القدس رو تجربه میکنه. برای همین ما هفته 4 شمع صورتی رو روشن میکنیم و در هفته 5 ما شمع سفید رو روشن میکنیم که سمبول تولد نور عالمه. همطور که این شعله به چشمای ما میاد، این شعله هم سمبول فروغ محبت عیسی مسیح خداونده، که این همه یادآوری میتونه قلبهای ما رو پر از ستایش و شکرگزاری بکنه که در روز میلاد عیسی مسیح اونطور که او شایسته است و لیاقت داره او رو پرستش کنیم و به ستاییم. آمین و آمین. ممنون هستم از این توضیحات، خیلی جالبه. پس عزیزان اگه هنوز شم ندارین،
پس الان متوجه شدیم که این رنگ‌های زیبای بنر و صورتی چه معنی داره و اون شمع سفیدم که قرار شد 25 یعنی بله. روز میلاد مسیح که جشن می‌گیریم روشن بشه. خیلی خوشحال میشیم اگه عزیزان شما هم روز 25 میلاد مسیح که در واقع البته کلیسای ما همون یک شنبه 26 جشن خواهیم گرفت، شما عزیزان هم دعوت می‌کنیم در این جلسات شرکت کنین و کسانی که شهر راه دور هستین نمیتونین از طریق یوتیوب آنلاین میتونین جلسات یک شنبه ما رو هر هفته لایف یا از هر جا که هستین ببینید. ممنون هستم کشیش نسرین عزیز برای این شهادت زنده که شنیدیم، برای این توضیحات. اگر عزیزان مایل هستین، اگر کنجکاو شدین بیشتر با عیسی مسیح خداوند ما یا با کلیسای ما آشنا بشیم، ما خوشحال میشیم اگر بتونیم شما رو حضوری اینجا در یک روز یک شنبه ببینیم و با شما مشارکت داشته باشیم. و همینطور عزیزان الان میخواییم دوباره با همدیگه یک سرود دیگه بشنویم. داریم به پایان این برنامه میرسیم و بعد از شنیدن این سرود میخواییم که برنامه های هفتگی کلیسامون رو به شما معرفی کنیم تا اگر مایل هستیم بتونیم در یکی از این روزهای هفته شما عزیزان رو ببینیم. پس با هم به سرود بعدی گوش میدیم. عزیزان باز دوباره خوش آمد میگم به برنامه الف و یا. الان در این برنامه امشب ما شهادت زنده شما رو شنیدیم و همینجور ممنون هستم که راجع به این ایام کریسمس، راجع به آدونت و شمع‌ها ما توضیحات دادین. حالا برمیگردیم به شما، یه سوال یا خصوصی تر دارم. من یه جمله میگم و خواهش میکنم این جمله رو شما تمومش کنین. زندگی من با مسیح. زندگی من با مسیح در تمامی این سالها تجربه کردن مردنهای مکرر و تجربه کردنهای حیاتهای مکرره، مرگ و قیام عیسی مسیح. این زندگی هر مسیحی، هر باورمند عیسی مسیح. و غیر از این که ما مرگ و با عیسی مسیح و شریک رنج‌های او بشیم، هرگز نمیتونیم قیام عیسی مسیح و حیات
عالی او رو در او تجربه کنیم. این تجربه مکرر من با عیسی مسیح بوده، زندگی من با عیسی مسیح بوده. آمین. و دعای منم اینه که شما عزیزان هم این تجربه رو بکنین و بچشید که زندگی با مسیح چه معنایی داره و وقتی ما از حیات و مردن صحبت میکنیم منظورمون چیه. آمین. که یه روزم شما اینو بتونین با تمام قلبتون و جانتون تجربه بکنین. الان که ما توی این ایام ادونت عید هستیم و مخصوصا شاید بینندگانی باشن که اصلا هیچ وقت با عیسی مسیح آشنا نشدین یا کلیسا نبودین، حق جو هستین الان و یا قلبتون شاید از طریق این برنامه‌های ما لمس شده باشه و دعای ما اینه که و ایمان دارم که از طریق یکی از این برنامه‌ها شما برکت می‌گیرین و شاید جواب خیلی سوال‌ها رو دریافت می‌کنین. تو این ایام ادونت که همه جا چراغونیه، همه در جستجو هستن، می‌دویم کادو بخریم، چراغونی می‌کنیم، روشن می‌کنیم و همه یه دفعه به فکر محبت میشن وقتی به فکر کریسمس هستن، به فکر با خانواده جمع شدن هستن و وقتی ما ایماندارا، ما که به عیسی مسیح ایمان داریم، میدونیم این میلاد مسیح چه معنی برای ما شخصا داره و چه جشن بزرگیه. شما برای این عزیزانی که شاید هنوز این تجربه هایی که ما کردیم و نکردن الان چه پیغامی دارین؟ برای شما عزیزانم فقط میتونم بگم انجیل خداوند ما عیسی مسیح در هر زمان و مکان حاوی یه خبر بی نهایت خوش و شگفت انگیزه که فقط و فقط با سپردن قلبتون به عیسی مسیح خداوند میتونین تجربه شگفت انگیز که لبریز از حیاته که حقیقتا یه تجربه شخصیه که من نمیتونم به شما منتقل کنم، فقط خودتون باید در خداوند ما عیسی مسیح بچشین و ببینین که خداوند چقدر نیکوه. امان. و همینطور که گفتم این مرگ‌های مکرر که مرگ برای اون خودخواهی‌ها، منیت‌ها، خودمحوری‌ها که انسان رو از اون تعالی دور می‌کنه، از اون انسان حقیقی، از اون انسانی که شبیه خدا شده، آفریده شده دور می‌کنه و با ایمان به عیسی مسیح و این پروسه شناخت او، مرگ و قیام او، ما به اون جایی که برای اون خوانده شدیم دوباره باز خواهیم گشت. آمین و آمین. ممنون هستم. و همینطور این آیه تو ذهنم بود عزیزان که همینطور که گفتم انجیل خداوند ما حاوی یه خبر بسیار خوش و شاده که این در تیتوس خیلی واضح در آیه باب 2 آیه 11 به اون اشاره میکنه، میگه عیسی مسیح خداوند ظاهر شد برای تمام مردم. امم. که نجات رو به ارمغان بیاره. آمین. که آرزوی قلب من و تمام عزیزان خادمین این کلیسا و ایمان دارم تمام باورمندان به عیسی مسیح اینه که با این پیام هرچند کوتاه بشنوین که خداوند داره در قلبتون رو میزنه و این اتفاقی نیست که شما دارین این پیامو میشنوین. آمین. و خداوند مشتاقه. بله. که در آخر قلب شما تولد پیدا کنه و شما رو وارد یک هستی مبارک و تازه بکنه و منتقل کنه. آمین. آمین و آمین. منم آمین میگم به این دعا. آمین. که شما که دارین کلامو میشنوید، شما بینندگان عزیز که این برنامه رو میبینین، با این دعاها شما رو برکت میدیم که در طول هفته شاید خداوند بیشتر و بیشتر برای شما مکاشفه بکنه کلامی که شنیدید و همینطور دعا میکنیم که خداوند ما عیسی مسیح بیشتر و بیشتر خودش رو برای شما عزیزان مکاشفه بکنه. خب الان ما به پایان برنامه رسیدیم. ما صحبت‌های زیادی کردیم. ممنون هستم که نسرین عزیز که وقت گذاشتین برای شهادت زنده و برای اینی که این سوال‌های ما رو امروز جواب دادین. عزیزانی که مشتاق هستین بیشتر با کلیسا، با برنامه‌های کلیسا، با عیسی مسیح آشنا بشین و شاید از راه‌های دور دارین ما رو می‌بینین و این امکان رو ندارین که یک شنبه‌ها در جلسات ما شرکت کنین، الان ما یک کلیپ کوتاه می‌بینیم تا با برنامه‌های هفتگی ما شما رو بیشتر آشنا بکنیم. ما در طول هفته برنامه‌های زیادی برای همه داریم، پس با هم دیگه این کلیپ رو می‌بینیم که به شما میگه که ما چه جلساتی کدوم روز داریم.
خب عزیزان، اگر در طول این برنامه براتون سوالایی پیش اومده، اگر احساس میکنین که احتیاج به دعا دارین، فرق نمیکنه موضوع دعا چی باشه، اگر احتیاج به شفا دارین، به کلمات تسلی دهنده دارین، اگر احساس میکنین که خداوند قلب شما رو لمس کرده، اگر مشکلات دیگه ای هست، عزیزانی هستن که وقتشون رو میذارن و از روزهای دوشنبه تا جمعه از 6 بعد از ظهر تا 9 شب شما میتونین با این شماره تلفن واتس اپ تماس بگیرین و عزیزان با کمال میل برای شما دعا میکنن. ما ایمان داریم که خداوند ما زنده است و دعاها رو ما رو میشنوه و به وقت خودش عمل میکنه. اگر تماس تلفنی دوست ندارین، امکانم دارین که از طریق ایمیل موضوع های دعا رو برای ما بفرستین و خادمین کلیسا حتما برای شما دعا میکنن. و همینطور کسانی که این برنامه رو الان میبینین، اگر پیشنهاد دارین، اگر میخواین ما رو تشویق کنین، اگر انتقاد داریم، همینطور خوشحال میشیم که از طریق ایمیل یا از طریق پی ام توی فیسبوک یا اینستاگرام هم ما رو فالو کنین و هم بنویسید و نظراتتون رو به ما بگین. خب الان به آخر این برنامه رسیدیم. کشناسن عزیز، خیلی خوشحال شدیم که با ما بودین. الان میخوایم خدافظی کنیم از شما عزیزان. من خدافظی میگم، هفته خوبی داشته باشین و آمین که خداوند تو این هفته از طریق این کلامی که شنیدین با قلب‌های شما کار بکنه و قلب‌های شما لمس بشه. و خوشحال میشیم اگر هفته دیگه هم همراه ما باشین. آمین. منم در این لحظات پایانی قبل از اینکه با شما عزیزانم خداحافظی کنم، من نمیدونم در چه شرایطی هستین، در چه سنی هستین، در چه موقعیت بغرنجی هستین. فقط میخوام بگم عزیزان، همینطور که در تیتوس باب 2 گفت این فیض خداوند ما ظاهر شد و اینکه تک تک شما در هر وضعیت وخیمی که هستین نجات پیدا کنین. و دعای قلب من اینه که به این دعوت جواب بدین و این بزرگترین تصمیم زندگیتونو که نه تنها شرایط خودتون و آینده خودتون، گذشته خودتون تحت شعاع قرار میده، بلکه میتونه روی ذریت شما، آینده شما تأثیر خیلی بسزایی بذاره. و همینطور عزیزان، با عیسی مسیح در هر شرایط سنی که باشیم، بهترین ها در انتظار ماست. بیشتر از اون که فکر کنیم، اون بهترین هایی که در عیسی مسیح که چشمی ندیده، به ذهن خطور نکرده، در عیسی مسیح در زندگی روزمرمون میچشیم و در آینده به فراوانی با خداوندمون تجربه میکنیم. خداحافظی میکنم از شما عزیزانم و دعای قلبم اینه که امسال یک کریسمس متفاوت رو با عیسی مسیح خداوند تجربه کنیم. آمین و آمین. پس منم خداحافظی میکنم تا چهارشنبه دیگه ساعت 8 از طریق یوتیوب میبینیمتون. خدا نگهدار.